در هفته گذشته 3 زندانی در زندان‌های زنجان و قزوین توسط قضایی رژیم اعدام شدند. روز پنجشنبه 19 بهمن حکم قطع انگشتان دست یک زندانی در زندان مرکزی قم اجرا شد. او متهم بود که 5 گوسفند از دامداری متعلق به یک پاسدار را سرقت کرده است. عوامل رژیم زندانیان دیگر را مجبور کردند که شاهد قطع جنایتکارانه انگشتان این زندانی باشند. پس از اعلام اعتصاب قضا در سه‌شنبه هر هفته توسط زندانیان قزل‌حصار در اعتراض به موج اعدام‌ها، زنان زندانی سیاسی و همچنین زندانیان بند 6 زندان اوین به این اعتصاب پیوستند. همچنین تعدادی از زندانیان در زندان‌های سقز، مشهد و برخی از زندان‌های دیگر در همبستگی با زندانیان قزل‌حصار و اوین دست به اعتصاب قضا زدند. آنها سه‌شنبه هر هفته اعتصاب قضا خواهند کرد. زندانی سیاسی مجید خوشمنظر در زندان وکیل‌آباد مشهد به 10 سال زندان محکوم شد. وی که کارمند ارشد مرکز کنترل ترافیک شهرداری مشهد بوده، در روز 4 آبان 1401 به اتهام از کار انداختن دوربین‌های مدار بسته دستگیر شده است. امیر نصر آزادانی، بازیکن تیم‌های فوتبال تراکتورسازی تبریز و سپاهان اصفهان، توسط قضاییه رژیم در اصفهان به 27 سال زندان محکوم شده است. مقامات زندان خوی به منظور شکنجه زندانی سیاسی ابراهیم خلیل صدیقی همدانی از رساندن داروهای حیاتی به وی خودداری می‌کنند. وضعیت این زندانی سیاسی که به بیماری قند خون مبتلاست، پس از قطع انسولین به وخامت گراییده است. یک زندانی به نام بریشه مرادی در زندان اوین از سوی قضاییه رژیم به بغی متهم شد. پیش از او 3 زندانی سیاسی مرضیه فارسی، فروغ تقی‌پور و نسیم غلامی‌فرد به بغی متهم شده بودند.